همراه چی قلبا میکنن؟ تکتر تکتر خوب نه از روز هفته که شب خینه شروع بود بر روز جمعه و ساخت تونل رو ببینیم ساخت یا ساختمانی که ساخته شده بسیار جالب از دوستان. وطن عشق من، هم وطن جان من. سلام و وقت بخیر وطن دارای گل و نازنین، عزیزان گرامی، بیننده های خیلی خیلی دوست داشتنی. امیدوار هستم که خوب و صحت و سلامت باشین و شما را باز هم خیلی خیلی خوش آمدید میگم به تماشای دومین گزارش ما از سفر ننگرهار زیبا. ما امیل از به نزدیکی بند دوم سروبی رسیدیم. ما از ارتفاع خیلی بلند خواستیم برنامه ما شروع بکنیم و اینمی بنده با تمام زیباییش به شما نشان بدیم و به تصویر بکشیمش. چقدر زیبا، چقدر سکوت حکم فرماست، زیباییش، تراوتش، پریابش، زیبایی میان این کوه ها را چندین برابر زیبا ساخته. بند دوم سروبی است. با طی کردن مسیرهای پرخم و پیچ، با طی کردن جاده هایی که ارتفاعش از سطح منطقه شاید 200 متر 300 متر بالا باشه، بالاخره تا اینجا رسیدیم که برنامه دوم ما را از بند دوم سروبی آغاز بکنیم. این بند دوم سروبی است، یکی از بندهای قدیمی، یکی از بندهای برقی که تانسته شاید هزاران خانه رو روشن بسازه، شاید هزاران نسل، شاید صدها فابریکه و شرکت به حرکت بیاره. ببینین آبی که ایستاده است، آبی که جمع شده. ما فکر میکنیم که نسبت به سالهای دیگر یا نسبت به اول سال سطح آبش کمی پایین آمده، اما باز هم آب زیاد داره. این بند دوم سروبی است. در وسط کوها، کوههایی که ارتفاع داره، تا گفته میتونیم که آفتاب از بالای کوها چه نمایشی را برا انداخته و رقص کنان شوهای آفتاب به چشمای ما میتابد. پس بیاین که ما خواستیم که زمین شروع بکنیم و ادامه سفر را پیش بریم، اما تا ای که پایین سرک بریم با شما هستیم و این منطقه را به شما ایستا ایستا نشان میدیم. او نوج موتر ماست، نوج هم کار دیگه ما هستن، اینجا ما هستیم و یه منطقه است. زمستان است، اما زیبایی سبزی و شگوفا بودن گلها را ببینید در طرف بند که میشه برش گفت مسیری که طرف ولایت های همیشه بهار رفته. لغمان همچنان، کنار نورستان که چقدر زیبا و چقدر با تراوت خداوند اونها رو حکاکی و نقاشی کرده بر روی طبیعت خودش، بر روی سرزمینی به نام افغانستان، بر روی سرزمینی که کوهستانی است، اما مردمانش آنقدر دل فراخ دارن، آنقدر دل بزرگ دارن که بعضی وقتها همدلی و انسانیت و همدردی در این مردم معنا میشه و تعریف میشه با این طبیعت، با این همه زیبایی. پس از شما هم خواهش میکنم که اونم مردم مهربانی که از این سرزمین هستین و حالا در افغانستان نیستین، در این سرزمین نیستین، از شما خواهش میکنم که این سفر ما را تا جاهایی که ما میتونیم بریم که از کابل شروع شده تا تورخم ان شاء الله اگر قسمت بود میریم و با شما گزارش ثبت میکنیم، با ما همراه باشین. در این قسمت هم یک میانبار یا میانراهی است که وصل ساختن از بند تا بالای بند که اگر موتر بره اگر وسایل نیاز باشه. پس ای شما و ای گزارش دوم از سفر ننگرهار. سلام دوباره وطنداره عزیز و دوست داشتنی، امیدوار هستم که تا این دم از دیدن تصاویر را لذت برده باشین. ما وارد جلال آباد شدیم، وارد ننگرهار شدیم و اینجا یک دهکده ای است که خانه های گلی و کاگلی، کاهی که از شالیز فکر میکنم یا از کدام چیز دیگه است، اما جالبتر از او تعداد زیاد از غشگو یا خشگو میگنشان زیاد است که هر فامیل یک تعداد خیلی زیاد داره. این که مربوط کدام منطقه میشه، مربوط کدام منطقه از ننگرهار میشه، از جلال آباد میشه، به ما معلومات نیست. یکی از بچه هایی که اینجا از منطقه است که سلام میزنیم و با او احوال پرسی هم میکنیم و در رابطه با این منطقه شان ازشان معلومات میخواییم. اونه با چه سلام بزنیم شما رفیق؟ بین شما بین پیش بین.
هوا نسبت به مناطق دیگر که هرچی پیش رفتم بریم هوا گرم شده روان است. لالایم چطور هستی؟ خوب هستین؟ صحت خوب هست؟ چی حال داری؟ چی احوال داری؟ نامک چی هست؟ حسن خان. حسن خان نامت هست؟ بسیار خوب. خود جوان هستی هم نام خیلی بزرگ داری؟ نه جوان هستم دکتر. جوان هستی ها. از بچه های منطقه هستی خودت؟ آه بسیار خوب. این منطقه تان چه نام داره؟ عزیز خان کس. کوچه عزیز خان. کوچه عزیز خان کس. آها بسیار خوب. عزیز خان کس. مربوط به انگلار میشه. آه بسیار خوب. اینی قشگاو است. شما چی میگینش؟ گاو. گاو میگینش؟ نه گاو ساده میگینش. آه اما بس ما قشگاو میگیمش. اینا فارم است یا از هر کس از فامیلی و خانوادگی؟ هر کس فامیلی است. خودشان دارن؟ آه 10 دانه 20 دانه. آه کوی کجا است؟ کوی چی است؟ چی؟ کو چی است؟ کو الف. علف چی است؟ از گندم، از جو، از جواری است؟ از شالی است؟ شالی، شالی. از شالی است؟ بسیار خوب. مردم ها داخل خانه زندگی میکنن؟ آه بسیار خوب. چند خانه اینجا است در کل؟ زیاد است. تو آخر است؟ تا او دم آخر، من او طرف هم است. بسیار خوب. این مردم دیگه بیشتر کاربارشان این همی مالداری و زراعت و کشاورزی است؟ این همی مالداری است دیگه، این کاربار نمی میکنم، این مالداری میکنم. بسیار خوب. اصلا خان خودت چی کار میکنی؟ والا کاربار نی کدام جو دیری پیدا شو میکنم که نشا بس کار روز ماست. بسیار خوب. یعنی بچه ها درس میخوانن؟ آه والا می نمیفهمم دیگه، این بچه های تو مکتب میخوانن و اون طرف میرن. بسیار خوب. شما درس میخوانین؟ مکتب میرین؟ نه من مکتب نه بیشتر خوانده بودم. سابقه رفته بودی؟ تو سنف چند خواندی مکتب؟ دویم. تو سنف دو؟ آه دیگهش نخواندی؟ نه به خاطر مشکلات؟ آه مشکلات اینمی بود، خانه مشکلات بود، دیری میری میکردم خلاص کاربار. پدر جان چی کار میکنه؟ بیادارا چی کار میکنن؟ اونمو یک اونمی بیادار اینمی دیری میکنه، پدرم هم اینمی کار میکنه. دیری واری؟ موتر دارن؟ دیری موتر نه، اینمی دیری میکنه. سنگکاری، خشکاری. خو، کارای معماری میکنن. آه بسیار خوب، بسیار خوب. بیاین تو پیشتر بیاین دوستا دختره که ببینین بالباس های افغانی، بالباس های ناب افغانی. اینا هم طفلای منطقه هستن که نفهم درس میخوانن نمیخوانن. دوونه قسمت دریاست نه؟ آه او دریاست. آه او طرف دریا. او طرف مربوط کدام ولایت میشن؟ جلال آباد. اینمی جلال آباد است. کلش او تک تو آخر. و دو سا از درایی لغمان ما گذشتیم پیشتر. درایی لغمان مرکت ما شاید تصور شدیدین که یک مسیر طرف لغمان میرفت، این مسیر هم طرف جلال آباد میرفت. واسه چی میکنه؟ واسه چی نمیکنه؟ او چیز میندازه برای علف میندازه. ای گاوا شیر میته؟ آه مطمئن؟ هر کدامش؟ هر نه کدامش خو نمیته، کدامش میته. خو یکاتش میته، یکاتش نمیته. اونایی که گاو شیر دی هستن شیر میتن. اونایی که گاو شیر نمیتن شیر نمیتن دیگه. نمیته. اینجا قلوه که زمین میکنن نه قلوه. همرو چه قلوه میکنن؟ تکتر. تکتر خو از گاو استفاده نمیکنن. نه نه. خو بسیار خوب، بسیار خوب. بچا شما چطور هستین؟ این نمی پوام پارسی. پارسی نمی پوام. اما ما کابل کو ما وقت خو تو کابل تیر کردی. چی کار میکردی در کابل؟ من نه دری میکردم. خو کار میکردی. خشکاری و سنگکاری. بسیار خوب. حال پس هم اینجا اومدین. چی وقت کابل بودین؟ بسیار یک 20 روز میشه چه جا اومده. خو 20 روز میشه پس اومدین. یک سال کابل بودین؟ نه یک سال یک ماه بودم. یک ماه بسیار خوب. بخیر باشه. تشکر بدر سلامت باشین. فرمان تو سلامت. تشکر. پرجان اخی تگلای تازه ای؟ سینگه؟ کی؟ نوم شدی؟ کور؟ دلتا دا؟ چرتا دا؟ آلتا دا؟ پلار چکار کهی؟ برور چکار کهی؟ پلار چکار کهی؟ درس وای که نه؟ درس وای؟ نه وای؟ ولی درس نه وای؟ ولی مکتب نزی؟ زیر تأثیر کمره رفته، زیر تأثیر کمره رفته، اونا هم بگویش هستن. بیا تو، بیا بیا اینجا استاش، بیا دیگه. اما چیزی که واقعا برام جالب از دوستا دیدن این فضا، این دهکده ای که افغانستان از این دهکده ها یا از این فضا خیلی زیاد داره از این منطقه ها. و اینا فکر میکنم منم به گفته تاجیکی ما تپکی میگنش و به گفته مردم افغانستان تپی میگنش که از اونمو فاضلی حیوانات با مکسیکا و چیزا جورش میکنن و اگر اشتباه نبکنن به خاطر سوختانن به جای چوب و همراه چوب استفادهش میکنن. از این دهکده ها یا دهکده های شبیه ازی در شمال افغانستان، در جنوب افغانستان، در شرق افغانستان، در جاهای مختلف افغانستان خیلی زیاد است که مردمان دهنشین، مردمان با زندگی با
روز و شب بیالایش و خیلی ساده خانه های کاگلی دارم. شب روزی که نان شبشان، نان روزشان، نان سی وقتشان، نان غذای سی وقتشان بیشتر از امو محصولات و دستاورده خودشان است. مثلا از شیرگرمشان قیماق جور میکنن، مسکت جور میکنن، دوغ جور میکنن که مردم فکر میکنن برای شرومبایی میگه و همچنان پنیر و چیزهای دیگه که شاید این مردم ها یکمی خواستر داشته باشند از امو استفاده میکنن. کار شهر مصرفیت چون اونمو دامداری است و زراعت است و کشاورزی است. شب روز و سالیان سالشون در اونمو کار سپری میشه. و این سرک ها از طرف لغمان میره، از طرف درای لغمان میره، از طرف چوک درای لغمان میره و طرف جنوب آباد میره، از طرف نمرال میره. تقریبا یک ماه میشه که ما در پیشانی ما عرق هست نکده بودن دوستان و اینه میاد عرق هست میکنم، یعنی هوا اینجا نسبتا گرم است. هیچ هم پر اضافه میکنه. خورجانه؟ خورجانه؟ سلام. خی؟ تقلی؟ نگریز، نگریز. ببینین دوستا حتی چبلغ به پشت نداره. چطور هستی؟ چی؟ وطنداره ما هر جایی که باشن آباد و سربلند و سرفراز باشن. چهار طرف منطقه را شما ببینین دوستان. این طرف کوه میشه و این طرف آمون هم زراعت های زمین های زراعتی شان یا برش بگویم ایلاقی که در داخل کوه ها میباشه در داخل کوه نیست که در میانه یا در میانه دو تا کوه است، در جاهای انوار، در جاهایی که فرصت کشاورزی و زمینداری به مردم بیشتر و بیشتر میده. هر کوه شاید 20 دانه 30 دانه گاو داشته باشه، از نمی گاوا داشته باشه و کرکت یا بازی کرکت دیگه. از این بچه‌ها شغل همیشگی شده است. ورون مروجان سنگی خی تگلای تاره نوسدی بختیار الله کرکت کوي و تگلای کنه از جستا چه تگلای کنه نه ولی مکتب های سمت چندی؟ دریم دریم کور دلتا ده؟ نه مشاله که مشاله کمر؟ مشاله کمر یک بخش از لغمان باشه اگر اشتباه رو بکنم. ورون او پلار چه کار کوی؟ پلار من صده خلق و سره ده غسکور دونه جوری ده هم تاسی رفیق ده؟ هندیوال ده؟ نه درازوی میده. نوم سی دیگه لکه؟ سلیمان. کی سلیمان؟ درس وای کنه؟ سی کار کهوی؟ بازی کهوی؟ چی؟ بین دوستا بین دوستا که بریم پیشتر بریم و سفر ما را ایستا ایستا ادامه بتیم ببینیم با چی کسای سر میخوریم و با چی کسای روبرو میشیم. در وسط های روز نی از وسط روز هم از زور هم کم کم گذاشتیم و طرف عصر امروز قرار داریم و سفر ادامه داره. برنامه های مختلف و جای مختلف با مردمی مختلف خواهد ثبت کردیم و شما خواهش میکنیم که برنامه را فراموش نکنیم و ادامه سفر ما را با هم داشته باشین. ما از این طرف سرک با این طرف سرک میگذرم بیایی که بریم با متوجه باشیم که خدای نخواسته. بیاین بیاین دوستا بیاین. کاکا جان سینگه خی تگلی السلام علیکم. خوب هستین؟ صحتان خوب است؟ چیال داری کاکا؟ کجا بخیر؟ کجا روان شدین؟ زن دی جنازه من از رباط. او جنازه بود؟ نه دلتا آقا جنازه ها بیرسیم. بسیار خوب. خانه کجاست؟ خانه کور چرت ده؟ کور نده بیلو که ده بار بیلو ده وست میان مستی هزم. بسیار خوب. سه کار کهوی کار بار سنگه سده؟ غریبی ایچ چه کار نسته؟ ایچ چه کار نشته؟ نه کور سو نفره؟ کور شپک کسان. خیسو کلنه ای؟ زه؟ او یاره شپیته یا کم شپیته بایم مگر هم زمانی تقلی تازه ای؟ تقلی خواهیم ها بایزت بسی برو را خدای دیو بخواه خیلی بیره منه نه بایزت بسی دخترک دیگم دوستا سفر ادامه داره پس با ما باشه که پیش تر بریم. وطنداره عزیز سلام و دوباره امیدوارستیم که خوب و خوش و سرحال باشین. تا این دم نرسیدیم به تونل درونته یا تونل درونته. ببینین این درونته است، آب فراوان بند خیلی خوب به شکل بند است دیگه دوستان و یه تونل است، تونلی که به من اسم یا در سالیان سال قبل ساخته شده و یک قسمت آن در جلال آباد اخکل شرط شرقل است نوشته است و یک قسمت هم فکر میکنم در گذشته ها بیرق سیرنگ بود و حالا سرچرنگ کشکده شده بود. در یک قسمت هم یک هموطن ما مصروف ماهی گرفتن است اگر اشتباه نکنم. شما اگر در تصویر ببینینش مصروف است با اونمو وسیله که خودش داره
یا فکر میکنم توپ است، توپ رو تایر است شکنم، چیز دیگه است، مصروف گرفتن ماهی است و در بالای آب شناور است. چقدر به نظر میتونی یک کشتی داشته باشی، یک قایق داشته باشی و سه تا رفیق اموت کاکا و قصگو باشه و چکر بزنی، از یک طرف دریا دیگه طرف بری و چاردار رو بزنی. اما کوهایی که در اینجا است، ارتفاعشان، شکل ساختش، کوه و کمری که شکل داده این منطقه را خیلی زیباست، متفاوت است، پر از سنگ است، حتی هیچ گل و خاک معلوم نمیشه و دیده نمیشه. ببینید دوستان، زیبا دیدنی است. و در قسمت هم فکر میکنم که مجرای آبی است که اونمون سبزه و سبزی و فضای سبزه ساخته و جور کرده و موتوری که از گروهی لغمان میاد، از طرف لغمان و از طرف کابل میاد، تصویر دیده میشه و نمایی خیلی خوب داره. من نمیفهم که کسی که از یه خاطرات داشته باشن چقدر میتونن. بیادر خوب هستین؟ صحتان خوب است؟ یال دارین؟ بیا که با شما کمی گپ بزنیم، بیا که خبری مردم ها رو بگیریم، چه کسی دیگه پیدا نمیشه. السلام علیکم بیادر، خوب هستین؟ صحت دارین؟ مرسی، بخیر، صحتمند. والله گرم، السلام علیکم، ان شاء الله خوب هستین؟ صحتتون خوب است؟ چیکار دارین؟ از کجا اومدین شما؟ حالا ما اومدیم از طرف خانه، گفتم بیا مهمان اسکندر اومده بود، گفتم چکر بدم. یه اسکندر مهمون اومده. از اسکندر اومده. خوش کاوال امروز مهمون گپ بسری که باش میگم مهمان نوازی نکرده. پشتو به پشتو گفتم. وای تنگلای دزای بخیر شو کرد الحمدلله. حالتا مهمه بودی. چوڑ رو. اوه دلای جلال آباد ته مهمان راغلی. خور ده کندهار ده. اوه کندهار کې مو کور دی، دلته واده تر غلی. بسخه. اوه خاله زمون واده میو. عروسی شما بود؟ نه، عروسی بچه کاکا من بود. این بچه خاله هست. این بچه خاله تو هست؟ ها، بچه خاله. مهمان نوازی کرده نکرده؟ مهمان نوازی ده اما خوب خیلی. بسیار خوب. چکر آنجا کجا می بردن؟ چکر سیر ساعت کجا می بردن؟ چکر آنجا گفتم بیا که شب شده سر ببینم. پارک شب شده سر. بازدیدن؟ نگان اکشای یادگاری هم گرفتن؟ زیاد گرفتن. اینی خود درونته هست؟ های درونته هست. درونته هست. این مسیر دیگه مستقیم میره طرف نگرار و جلال‌آباد. جلال‌آباد رفته است. یا تونل درونته است؟ تو این تونل آخری کابل است. جب که جلال‌آباد داخل میشه. بسیار خوب. مالو میچام نشته از جلال‌آباد اخکلی خار تخشر اغلا است. اخکلی خار تخشر اغلا است. بسیار خوب. عروسی چه وقت بود؟ عروسی روز جمعه بود. روز شب پنجشنبه که بود. شب خینه بود. اینا اومده بود. یک شب شب خینه است. بعد از روز عروسی است. نه، از روز هفته که شب خینه شروع بود تا روز جمعه. از روز شنبه گفت تا روز جمعه عروسی بوده. عروسی بود. بگو چه قسم است از این روز هفته تا روز جمعه چه قسم است این پروسه و مراسم؟ اول که بود بچه ما کل ما رفتیم به شهر خینه گرفتیم به خانه خود ما. باز که است یک بچه کاکای ما گرفته، باز دیگه کاکای ما دیگه زیاد بچه ها دیگه دختر ها دیگه. چند نفر عروسی کرده؟ دو نفر. هر دوش بچه کاکای ما بوده. بچه کاکا بودن. باز خسرانشون هم از خیشا و قوما بود؟ کلی. خرسات تان تیر بوده بچه هاش. باز اگه سیل ساتری هم هست نیست؟ زیاد. اتن. دمی طالب ها که آمده است دیگه ایتو خاص. کس نمیتونه که سیل کنه به دلچسپی. دیگه در خانه دیگه اگه سیل میگیره در اوتر خاله بند شده است. دیگه نمیش. باز عروسی در اوتر بود یا در خانه؟ در اوتر بود. در اوتر بود دیگه باز دخترها که از تلمل گرفته نیم و بچه نگرفته. از اینجا تا شهر جلال آباد چند قرار دیگه است؟ چند دیگه تو فکر کو دیگه داده کار است پنده داده خیلی داده کار رسیدم دیگه نزدیک است رسیدم آره رسیدم بخیر. شما چی کار بار میکنین؟ چه مصروفیت دارین؟ من خودم خود از برگر رکشا دارم در جلال آباد، شهر جلال آباد دیگه. من مصروفیت است خودم از پانتون فارغ شدم از نرسنگ 3 ساله دیگه فعلا دیگه به دکان مصروف هستم. حالا دیگه از مهمان ما سه قدر عزت بکنین، خب سه مهمان نواز شه بکنین که وقتی کندار باز بگه مردمای مشرقی، مردمای جلال آباد، مردمای مهمان نواز میگیرن. صحیح است. خوش باشین بدر، خوش باشین، سلامت باشین، بخیر باشین، شکر قربانتان. و دوستان عزیز، هوای خیلی خوشایند است، گویا در شمال افغانستان یا در کابل بهار است و هوای بهاری و موسم بهاری مشام آدم هم تو نوازش میده، خیلی کیف میکنه، خیلی مزه میده و خوشایند است. پس سفر ادامه داره، اینی مردم هم دیگه میرن در مسیر خودشان، میرن و با هم در مسیر. پس ادامه گزارش یک جایی با هم ببینیم، این شما و این ادامه گزارش شما. لذت بشه بده، تشکر. بعد دوستان عزیز، به گفته وطن‌دارای ما این آخرین تونلی است که از طرف کابل بیای جلال آباد برید. این آخرین تونل است که روی دو اسمتا طرف شهر جلال آباد. در این قسمت سال 1963 است که گویا سال تاسیس این تونل باشه، شاید سال ساخت یک تونل باشه.
که من فکر میکنم که 40 سال و 60 سال پیش این تونل خاص ساخته شده بود. 40 سال 23 13 از اون میشه 2023 که 2024 شد یا نشده؟ شد نه؟ و 60 سال میشه ساخت این تونل که با این محکمیت، با این بزرگ، با این شکل دیزاین در دل کوه ساخته شده. مطمئن هستم شاید در زمانها وسایل و ابزارالات خیلی کم بوده که تونل ساخته، اما از بس که مدرات به صورت میاد، صورت عاملشون اونقدر زیاد است، یعنی جرات نمیشه که داخل تونل بریم. تاریکی همچنانه است، یعنی ترس وجود داره. جاده کابل مشرقی ارزش کم است، اما ازدحام و رفت آمد بیش از حد است و درایورای عزیز اونقدر با صورت درایوری میکنن که بعضی وقتا به کسی که نو میاین یک قسم ترس و ترس به وجودشان به بار میاد. ببینیم چطور با صورت راندگی میکنم و از دل تونل میگذرم. من دلم میشه که یک چکر داخل برم، اما ترس وجود دارد. نه دوستان، نمیشه. شما ببینید که چقدر به صورت بیه قبول کردن رزق سخت است. به این منظور بگم ما باید نریم. تا به خاطر شما تا یک قسمت میخوایم که برم، اما نمیشه. نه دوستان، او قسمت یک روشنی انداز رو شما در گوشه بیوید. یک دو نفر آمد دیگه، ما که اونا رو دیدیم ترس اندازه از کاکا مانده نباشین. خوب هستین؟ سیتان خوب هست؟ کجا بخیر؟ کجا میرین؟ سیتان خوب هست؟ بره کون طرف تیر شه میشه کدام موتر او گار ما نکنه بیان دوستا. خوب گپ هست بیان دوستا، نمیشه خطر وجود داره نه؟ کاکا چطور هستین شما؟ خوب هستن انشاءالله؟ سیتان خوب هست؟ بیاین کمی کمی طرف استاد شدید که نزنه کدام موتر او گار ما بکنه. از کجا آمدین؟ شما از کجا آمدین؟ ما اسمی جنازه بود، از یه جنازه آمدین. از جنازه آمدین؟ خواه مغفرت بکنه. یک نفر دیگه هم قصه کرد گفت جنازه شده بود. آره. کجا میرین شما؟ میرم لغمان. میرم شما از لغمان هستی؟ بله. از لغمان جلالآباد آمده بودی؟ بسیار خوب. اسمتان چیست؟ روح الله. کاکا روح الله. و اسم شما چی است؟ علی احمد. علی احمد دیگه. همون تو پیاده حرکت کردین شما؟ بله. یکال موتر پای... موتر میایم. موتر شما بود؟ نه دیگه کرایی بود. کرایی بود. ما نگه که بره چند نفره گواد بیه پیدا میکرم میارم شما هم نشانه. یه دم تونل پیاده شده. موتر پس برگش یه دیگه مسواری بار میکنه میایم. کسی که داخل تونل پیاده میرن برشون کمی خطر است. چون موتر بشا با صورت میاد. بله خطر بشا. از اینجا تا لغمان که خانه شماست چند ساعت راست؟ چقدر راست؟ از یه بگو دیگه 40 دقیقه از یه تا لغمان است. 40 دقیقه دیگه از خود ولا لغمان ولایتش تا خانه مان ما از ولسوالی علیشنگ. 80 دقیقه میشه. بله. شما از علیشنگ هستید؟ از ولسوالی علیشنگ هستید. از ولسوالی علیشنگ. بسیار خوب. روی علیشنگ از روی لغمان جدا میشه صحیح است؟ بله. بسیار خوب. خدا از در نصیب کنه. خدا خیرتان بده. خدا هم جنازه را هم دیگه رحمتش بکنه، مغفرتش بکنه. بخیر سلامت باشین برادران. چی کاربار میکنید شما؟ چه مصروفیت؟ دهقانی هستم صاحب. کشاورزی هست. چه میکارین؟ گندم. حاصلات گرفتین تمام شد؟ آره. امسال حاصلات گندم چه قسم بود؟ زیاد بود، کم بود؟ نه علی، امسال گندم کاشتیم، پارسال چی حاصلات چیز نبود، امسال ده خوب است. خب حالا کشتین، سال آینده بره درآمد میکنه. موتر بخاطر شما بود. بخیر برن پیش تا خوبی عزت باشین. بخیر برسید سلامت. استاد کرایه چند است؟ لغمان لغمان 80 روپه. خوب هستین؟ صحت خوب است؟ چیال دارین؟ آمد کیا را سوار بسازیم برین بخیر. کرایه چند است لغمان؟ کرایه 80 روپه. 80 روپه شهر است بازمو کرایه ادا. امر شما میگیرید. امو همسایه هستن. بسیار خوب. در کدام مسیر هستین؟ در کدام لین هستین شما؟ امی لین لغمان و جلال آباد. لین لغمان جلال آباد. گفتن که 80 دقیقه راست اوجا. 80 دقیقه خونه است. کم است؟ 40-45 دقیقه میاد. ما از اونا که هستیم مصطفی هستیم 80 دقیقه حسابش میکنیم. شما که تست میرین دیگه شما 40 دقیقه حساب میکنید. صحیح است. با عزت باشیم بیاد. برای پیش تو خوبی. قربان. الان نگهدار کاکا. سلامت. دوستا افغان چینل. افغان چینل. بیان دوستا. دیدمی گوشه را گرفته ما شما پیش میریم. ببینیم که موتر ما چه وقت شروع ما میایم اونا کمی ناجوانی کردن فکر میکنم رفتن از پیش ما که اما ما اینمی گوشه را بگیریم تا مبادا آسیب ببینیم مبادا ضرر بکنیم تا اینمی روشنی میریم ما شما و خوب است که روشن اندازها هر اون را حال است شما کمی گوشه را بگیریم
و ساخت تونل رو ببینیم، ساخت یا ساختمانی که ساخته شده بسیار جالب است دوستان. جالب است و این جالب است که با چقدر سختی ساخته شده، با چه شرط دوره ببینید در دل سنگ ها. خب شد بخیر رسیدیم. ببینید دوستان چه طبیعتی داره وطن ما، با چه شکل و سیما و چهره بای. این وطن خیلی زیباست، این وطن خیلی زیباست. کاش بتانیم نقطه به نقطه شبره چکر بزنیم و برنامه ثبت کنیم و در خدمت وطن دارای ما باشیم. آب از این طرف و این طرف روان است. من میگم که این طرف روان است، باست یک دلم میگه نه از این طرف و این طرف روان است. کسی که خوب معلومات دارن دیگر میفهمن که آب از کدام طرف و کدام طرف روان است. اما اینجا به شکل بند است و آب شکلی ساده، سنگ های بلند و بزار. اینمی دیکور دیزاین از دوستان، اما اینمی قیر یا اینمی اسفالت هم شده در اون زمانه قدیم شده، در اون زمانه قدیم. یک لحظه ببینیم موترا در این جای قید و تنگ به چقدر سرعت رانندگی میکنن، مهارت دارن. اما سالانه تعداد حادثات در شهرهای کابل جان آباد بیش از حد از بعضی وقتا در مسیر که شما میبینید، بعضی وقتا آدم میبینه که بلا شد تا پارچی افتیده از هر طرف. او شاید و گواه عزیز که نشان میده که حتما طرفات مالی ها وجود داشته وطن داره با اشانا که هیچ حادثه جانی نداشته باشن. اگر حادثه شده بود حادثه مالی باشن یک میتر تخلیم شد با وطن داره مسیح نبیدن. ما کوشش میکنیم که پیش بریم از یک قسمت دیگر هم شامل گزارش شما بسازیم. و دوستان عزیز، ما ایستا از داخل آخرین تونل گذشتیم و رسیدیم به اول تونل. حتی گرد باز زد چشمایی برای تو خاطی سا داخل تونل چراغکاری هست، چراغای تونل هستن اما کار نمیتواره شنیم، اونقدر زیاد نیست که کار بکنم. اما ساختمان از این شکل ساخت از این واقعا جالب و دیدنی است. او شغل سیما شمایل ساخته شده مترک در رفت آمد میرن، یک تصویر خوب یا یک چهره خوب فیلم و بار میره و نمیده که نمایی خیلی خوب داره. از اینکه داخل تونل تاریک است و چراغای موترها روشن، سال و سفید رنگ و رنگ زیبا و دیدنی است. ما از حضور گرم تا مرخص میشم. میبود گزارش دوم و یا قسمت دوم از سفر کابل جلال آباد که خدمت حضورتان تقدیم شد. از حضور گرم تا یک دنیا سپاس تا برنامه اول گزارش دیگر احترام کنم. خداوند یکتاز هم تا بسپارم، مواظب مراقب خود باشید، خداوند یار و مددگارتان باشد. از آن بیننده دوستان گل و مهربان، رسیدیم به آخر تونل یا پایان تونل از رای کابل تا جلال آباد. گفتن که 10 یا 15 دقیقه تا جلال آباد مانده. بدرود تا برنامه دیگر.